من که دستتون نگرفتم بکشونمتون، که من که اجبارتون نکردم، من دعوتتون کردم. میخواستید دعوت من را بله نپذیرید. خدا شیطان رو بر ما مسلط نکرده، این ما هستیم که ابلیس رو بر خودمون مسلط میکنیم. ما اومدیم خودمون رو دست دست خلع سلاح کردیم، اسلحه خودمون رو دادیم دست ابلیس. ما چراغ صد نشون ابلیس میدیم، و الا انسان اگر بخواد گناه نکنه نمیکنه. انسان اگر بخواد با خدا آشتی کنه و رفاقت داشته باشه و ارتباط داشته باشه، شیطون که هیچی، به درجت شیطون هم بیاد، تا آدم خودش نخواد نمیشه. لذا خود کرده را تدبیر نیست. میگه مال و تجاره یه که من هی مثل بازاری ها، دیدید بازاری های دست فروش توی ایران ما زیاد داریم و تو عراق، هی داد میزنه بله، میگه آقا مثلا هندونه دارم، آقا ماهی تازه، آقا فلان وسیله رو دارم، هر کی بخواد میره میخره، نمیاد گردن آدم بندازه. میگه من این مال و تجارت کی خریدارشه؟ هر کی میخواد میره جلو. لذا گردن ابلیس نمیشه گذاشت. آدم بیاد تو دلش صابون بماله بگه خوب گناه ها رو میکنیم، روز قیامت هم میگیم خدا لعنت کنه ابلیس و ای بود. نه خیر آقا، ابلیس اولا بچه نیست، از من و شما خیلی زرنگ تره، اینقدر وارده که دم لا تله بله نمیده. مطمئن باشید کسی نمیتونه سر او کاسه کوزا رو بشکن، اما من و شما ابلیس زرنگ تره. گو من مال و تجاره است، مشتری شو دنبالش میگردم. عیسی فرمود بار این الاغا چیه؟ مشتریشون کیان؟ ابلیس گفت الاغ اول بارش ستم و ظلمه، مشتریشم سلاطین و عمرا و پادشاهان و میزنشینا. هر کسی رئیس بشه این بار اولیه، الاغ اول و بار اول جنسش مال اوه. انسان وقتی به حکومت میرسه، وقتی انسان مسئول میشه، وقتی انسان عده‌ای زیر نظرش میان، من نمیدونم این چه رمزیه که خوشش میاد به زیر دستان خودش بله ظلم کنه. البته اینه بهتون بگم هر سلطانی ظالم نیست. سلطان هایی بودن که به سلطنت رسیدن، به حکومت رسیدن، ظلمم نکردن، مثل سلمان فارسی. بله این میز و صندلی حکومت خطرناکه، ولی اگر انسان مجهز بشه به سلاح ایمان، همین سلطنت پلکان ترقی اوست و همین سلطنت آخرتش آباد میکنه. حضرت سلیمان ابن داوود هم سلطنت پیدا کرد، ولی سلیمانشو از دست بله نداد. ما حق نداریم بی ایمانی خودمون رو و ضعف ایمانمون رو کاسه گوشو خورد کنیم تو سر سلطنت، که خدایا میخواستی ما رو رئیسمون نکنی. آخه روز قیامت انسان خیلی پرروها، واقعا بعضی روایت آدم نگاه میکنه بعضی خیلی پرروهن، خیلی رو دارن، روز قیامت با خدا محاجه میکنن. روایت داریم پیغمبر اکرم فرمود روز قیامت خدا به یک جوان پسر خیلی زیبا میگه چرا رفتی دخترای مردم اخفال کردی؟ چرا گناه کردی؟ با کمال پررویی میگه خدایا میخواستی ما رو خوشگل خلقمون نکنی. دیگه اینجوریه دیگه، هر کی چه شعبروش خوشگل باشه خب همینطوره دیگه، اینه دیگه. خدا میگه بزنید تو دهانش، چی داره میگه؟ بعد میگه برید یوسف رو بیارید. خدا میگه تو خوشگل تر بودی یا یوسف؟ حیا کن، خجالت بکش. میگه هر زیبایی گناه میکنه، یوسف گناه نکرد، یوسف ابن یعقوب منظورمه، آقا یوسف خودمونو نمیگم، حتی آقا یوسف هم کارش درسته، یوسف ابن یعقوب گناه نکرد. زلیخا تهدیدش کرد،
گفت من زندان رو خیلی بهتر و دوستر دارم تا کاخ تو. من تو قصر تو باشم هر رو باید اذیت بشم، حاضرم برم زندان از تو جدا بشم. اینم خوشگل بود، یوسفم قشنگ، پیغمبر خاتم که از یوسف نمکی تر بود، پیغمبر خاتم هم گناه نکرد. حالا معصوم نمیگیم نمیتونه گناه کنه، معصوم فرقش با ملک اینه، ملائکه هم معصومن ولی ملائکه نمیتوانن گناه کنن، معصوم میتواند نمیخواهد. اصلا درجه و رتبش مونه همینه، میتونه گناه کنه، معصوم هم چشم داره میتونه گناه کنه، گوش داره میتونه گناه کنه، منتها تفکر گناه نداره، اینقدر ممحض موحده که اصلا تیرس گناه نمیره. ولی اگر معصومین نتونن گناه بکنن چه فرقی میکنن با ملائکه؟ دیگه اشرف مخلوقات معنا نداره. روز قیامت یه کوری بیاد به خدا بگه خدا یالا این در بهشت واکن، ما رو معطل نکن، میخوایم بریم بهش. خدا میگه چطور؟ میگه برای که من تو دنیا یک نگاه به نامحرم نکردم. خب همه بهش میخندن، میگن تو چش نداشت دیگه نگاه بکنی؟ بهش مال اوناست که میتونستن گناه کنن و نکردن، تو که توان گناه نداشت. پیغمبر اکرم زیبا بود، میتونست گناه کنه، نمیخواست گناه کنه. به پیغمبر گفتن تو خوشگلتری یا یوسف؟ فهمود یوسف، ولیکن انا املهمه، من نمکیترم. اینطوری نیست که چشم و ابرو هر کی داشته باشه گناه کنه، بودن کسانی که زیبایی داشتن گناه نکردن. این یک. یه زنی رو میارن، چرا گناه کردی؟ میگه خدایا من رو میخواستی خوشگل خلقم نکنی، زیبا بودم، تو خیابونا که راه میرفتم همه دلشون میخواست با من حرف بزنن یا با من ارتباط داشته باشن، اما اگه زشت بودیم، سیاه بودیم، لبمون فلان بود، دماغمون فلان بود، قدمون فلان بود، خوشگلی نداشتیم، کسی نگاهمون نمیکرد، هر کی نگاهمون میکرد 45 پوند کفاره میداد. اما حالا ما خوشگلیم دیگه، خب گناه میکنیم. میگن بزنید تو دهان این زن بدبخت نفهم مریم رو بیارید، آیا تو خوشگلتر بودی یا مریم؟ یکی رو میارن میگن چرا گناه کردی؟ میگه میخواستی خدای منو فقیر خلقم نکنی، فقر به من دادی، ما هم دزدی کردیم. میزنن تو دهانش، میگن تو مصیبتای دنیایت بیشتر بود یا ایوب پیغمبر؟ یکی رو میارن میگن چرا ظلم کردی؟ میگه خب ریاسته دیگه، خدایا میخواستی ما رو رئیس خلق نکنی. میزنن تو دهانش، میگن تو سلطنتت وسیع تر بود یا جناب سلیمان ابن بله داوود. من میخوام یه جمله به شما جوانهای عزیز بگم، جوانهای عزیز، با وجودی که میدونم خیلی زرنگتر از این حرف ها هستید، الحمدلله مواظب خودتون هستید، ولی شیطون گولتون نزنه. روز قیامت روز توجیه کردن گناه ها نیست، نمیشه توجیه کنی، نمیشه گناه تو گردن کسی بندازی، به خدا نمیشه. اگر میشد راوچار ما آخونده زودتر از شما پیدا کرده بودیم. ما هم خدا میدونه هرچی چند ساله تو حوزه هرچه حدیث و آیت زیر رو کردیم ببینیم میشه گردن کسی بندازیم، ما پیدا نکردیم، ما پیدا نکردیم، تو پیدا کردی، خدا خیرت بده. ما سرمون تو کتاب قرآن و روایاته نیست، من گشتم نیست، من خیلی گشتم، خدا میدونه. یه روزم به استادم گفتم، خیلی خندیدم، گفتم که خلاصه عجیبی تو، گفتم من آقا خیلی روایاتو گشتم، آیاتو گشتم، ببینم میشه یه جا مثلا جیم شد، یه جا زیراوی رفت، میشه یه جوری زیر در کرد، میشه گردن یکی انداخت. به سید و شهدا عاملی پیدا نگرد، شما هم نمیخواد دنبالش برید، نیست. هر کسی وظیفه دارد به اعمال خودش خودش جواب بده، و من یعمل مثقال ذره این خیرنگره و شرنگره.